متقابل نیوز گراؤنڈ ریجن کو سلام روولی تخلا کلاس سو ورځ مخکې د کوثر په نوم باندې یو تعلیمی مرکز باندې بریچ شو او نن کابل پوهنتون باندې بریچ شو. دویش محصلین شاوخوا کې ټپیان شوي دي او تقریبا 19 محصلین شهیدان شوي دي. په صنف کې په کرسیو باندې یو بل باندې پراته دي او په ګولیو سوري سوري دي او په خپلو وینو کې لت پت دي. انتهایی ظالمانه او وحشیانه عمل محصلین وژل دا څه رقم انسانیت ورته اجازه ورکړ، څه رقم اسلامیت ورته اجازه ورکړ، په هر ترتیب یو ډیر وحشیانه عمل. لیکن ولې څه دپاره؟ یو ساده ترهګریزه پیښه ده او که هدفمندانه دا کار کیږي دغه بحث ده چې د سولې دغه پروسې د سبوتاژ دپاره کیږي که د داعش د بطره کولو دپاره کیږي. د دې پیښې مسؤلیت خو لا داعش هم تر اوسه پورې نه دی اخیستی، طالبان هم نه دی اخیستی. نو چې نه طالبان مسؤلیت اخلي نه داعش مسؤلیت اخلي، د دې پیښې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې من سره ملګری دی ښاغلی عین الدین بیگ، د امنیتي چارو کارپوه او دلته په سټوډیو کې راسره ملګری دی استاد ناصر شفیق، د سیاسي چارو کارپوه. ستړي مشئ، په خیر راغلی بیگ صاحب. اول دفعه اول نیس کې گرچه پوهنتون کابل دفعه اول است، لیکن قبل از این به مراکز تعلیمی حملات صورت گرفته. چند روز پیش به یک مرکز تعلیمی به نام کوثر حمله صورت گرفت که اون مسئولیت شد داعش گرفت و امروز سر پوهنتون کابل حمله صورت گرفت. این یک ناکامی شدید استخباراتی نیست. نیروهای امنیتی ما، پلیس ما و استخبارات ما نتانستن جلوی حمله را بگیرن و یا قبل از او خبر شوند. از دیگاه امنیتی چگونه ارزیابی میکنین این حملات و خصوصا حمله پوهنتون کابل؟ به نام خداوند توانا، درود سلام بر شما جناب زواک صاحب و میمان عزیزتان استاد شفیق و کارمندان تلویزیون کابل نیوز. خدمت عرض بکنم زواک صاحب، موضوع خیلی پیچیده و پیچیده تر میشه. یعنی ما در جریان قضایای قرار میگیریم که یک تیپ نو عملات دشمن متاسفانه که شروع کرده و کار میکنه، هر وقت او را یک چیز تازه برای مردم، گاهی بر کورس‌های آموزشی حمله صورت میگرفت و یا ای که ترورای هدفمندانه امامان مساجد قرار میدادن، بعض وقتا آدم های سیاسی را هدف قرار می دادن، نظامی ها را یا مینای چسبکی را که در محترام می گذارن با یک تیپ نو دیگری که به گفته شما تازه و جدید حمله بر دانشگاه کابل یا پوهنتون کابل تازه شروع کردن. ای را اینو در موضوعات امنیتی و استخباراتی میشه که ارزیابی شود، چند بود دارد. بله. یکی که استفاده از نام اسلام و میخوان که استفاده بکنند، متاسفانه که هیچ جای مقدسی را نمیشناسند، اونا را حمله میکنند و میاند هدف قرار میتن، مسجد، دانشگاه و کورس ها و جای دیگری. حتی در بعض عملاتشان با قرآن کریم هم رحم نکردند. ما دیدیم که قرآن کریم در او عملات زیر پای شد، سوختانده شد، خونای مردم بالای از او کتاب قرآن کریم ریخته شد که بدترین و زشترین عمل یک کسی که میخواید خودش اسلام نشان بده صورت گرفته. و از طرف دیگه میخواید نهادهای اقتصادی افغانستان که در مجموع فلج بسازند و نهادهای فرهنگی آموزشی را که بسیار مهم است. ما چون دشمن میداند که اگر کشور و مردم دارای تحصیلات عالی باشند، آموزش دیده باشند، درس خوانده باشند، بالاخره اینا تسلیم تروریسم هستند. درست جناب بیکسر، درست کاملا. یعنی اهدافی که تروریست ها دارن خو واضح است، گرچه این نوع حملات خو میتونه که نفرت و انزجار مردم هم علیه از یا بیشتر بسازه. لیکن بدرتیب از دیگاه امنیتیش
شما چگونه ارزیابی میکنید مثلا را آمادگی های امنیتی ما، استخباراتی ما؟ معاون اول رئیس جمهور هر روز یک صبح جلسه میکنه و به اصطلاح که در موتر دستیت اول چهار نفر، دو نفر باید بشینن یا یک نفر پرداختن به این موضوعات بسیار اهمیت داره. و یا امنیت مجموعه شهر کابل، جلوگیری از چنین حوادث چگونه این ارزیابی میکنن؟ همیشه باید داشته باشید که یک ملت مقتدر و یک ملت آماده و یک دولت مقتدر می سازد. هرگاه ملت در پشت دولت قرار داشته باشد، او دولت ها موفق می باشد. متاسفانه که اینا در اوائل که می خواستند یک چیزی را به نام ثبات و پایداری نظم و امنیت در جامعه افغانستان می ساختند و مردم بسیج می شدند در یک کدله عظیمی به نام ازی که امنیتشان خودشان تأمین می کردند، متاسفانه اونطور نشد. نهادهای امنیتی ما به خاطر اینکه جلو این گونه عملات هدفمندانه بسیار خطرناک بگیره و دشمن چگونه در دل کابل آمده خانه کرده و با لباس نظامی نهاد آموزشی افغانستان هدف قرار میده، اما امنیت ملی در خواب است. یعنی به این معنا که اگر فکر میکنی که اصلا وجود نداره، اگر شمعی وجود داشته باشه چیگونه این افراد در اینجا میان جا بجا میشن؟ فرموده شما درست است که فقط تمام دولت چسبیده به جان موبایل دزدا که اونا را مانع شوه، که در او امرم تقریبا ما میبینیم که روزانه 8 تا 9 تا حادثه صورت میگیره. اما اصل مسئله که موضوع تروریسم است، امنیت ملی افغانستان، وزارت داخلی افغانستان، پلیس تا حالا خوب عمل نکرده. اینا نتوانستند که جلو تهدیدات بسیار جدی امنیتی را بگیرن، تروریست ها را سر جایشان خونسا بکنن و جایی که اینا بپردازن در مرزهایی را کنترل بکنن، متاسفانه اینا وقتی وارد کابل میشن در اینجا دیگه قادر نیستن که اینا را مهار بسازن. بحث مهم است. از اینکه نهادهای امنیتی ما متاسفانه که نتونستن کاری اصلیشان را، به خاطر در فساد هم غرق هستن و در زد و بندهای شخصی هم بند هستن. هر کسی که در نهادهای امنیتی آمده جا به جا شده متعلقه به یک کسی است، سیاستمدارا و یا آدمای نامدار. بله، چی کارهای باید صورت بگیره؟ کاری اصلی خودش انجام بده. بله، کارهای اصلی که باید انجام بدادن چی است؟ صورت پسان صحبت میکنیم جناب بیکسپ. استاد، امده از یه حمله پیخبر که پیو مکتب شلوله او داغه نفورا روز تا دا پاکستان لویز رسیز کابل تر آغه او دل تا دا افغانستان حکومت پاکستان تا اجازه ورکرده چه دا پاکستان زواکون ریشی دا افغانستان دنن عملیاتو که او آغه کسان چه دی فکر که او چه پا دی حمله که ککل دی آغه وینیسی او یا وی بشتی. دا خبره امرالله صالح کرده ده، ما سره پا مرکه که کرده ده. واس دا حمله اخکاره خبره ده چه دا استخباراتی ملاتر نخو بغیر نکیگی. دا پیخو خو یوازی کابل پانتونو پوری محدود ده نده چه دلته او چوک پیدا شوی او حمله کرده ده. لازمه نده دا افغانستان حکومه دا مسئله پی او جدی شکل بانی پاکستان سره مطره که او دا دی جواب رو نو گواری. دا سوال زکه کم چه دلائی مایده وکر دی حکومت دی پاکستان سره، اغزان سیم تی اجازه ورکر چه تیر شوی نوری دلائی مایده وکر لی او داغی نروس تم دقس عملی چه کی گی نو پکار نده چه دا مسئله مطرح شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از واقع شبتا استا و جناب بیک شبتا استا شو به تلویزیون تخنیکی همکاران تا او درنو لیدون کتا نیکی هیل درم سلامون وایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دیگه شک نشتا چی دی حکومت له پاکستان سره دومره ننګینی معاهده کړي چې د سنوارانو په نوم باندې یا د سنوارانو په توګه باندې تحقیق په زندانونو کې او د اغزان تار تېرولو د سوپی تړونه او دا ټول هغه څه دي چې د دې حکومت لپاره یعنې د شرم ځای دی. او چې کله مونږ د دوی مجرمین په خپله خاوره کې ورته سپارلی شو نو بیا ولې دغسې بالمثل قدم له دوی نه ونه غواړو چې دوی هم اوچت کړي او موږ ته دا زمینه برابره کړي چې زموږ مجرمان لاس لاسونه لنډ کړي او یا موږ ورته لاسرسی پیدا کړو.
خو کېدای شي زمونږ د حکومت امنیتي مسؤلین به په دې پوهېږي چې دا به د هغوی کار نه وي. نو کېدای شي به پوهېږي دا به د هغوی کار نه وي. دا چې پوښتنه نه کېږي اخلاقي مسؤلیت خو همدا دی چې موږ که د هغوی امنیت ته ګواښ پیدا کوونکي او عملیت ترسره کوونکي په خپل خاوره کې هغوی ته سپارښتلی شو دا ژمنتیا ورته سپارو ورکوو یې، نو دغسې بالمثل عمل د هغوی نه موږ غواړو چې کوم څوک چې دلته عملیت ترسره کوي د هغوی په نیونه کې د هغوی په ګوته کولو کې د هغوی نه بالمثل همکاري وغواړو. خو له بده مرغه چې دې هیواد کې دا جګړه داسې شکل باندې روانه ده چې هر څوک ګوار کوي زیان ملت ته وړي او په حقیقت کې یو بل تورنوي. د حکومت یوازې شعاري تورنول چې دا به طالب کړی یا دا به هغه چې داعش ورته ویلې کېږي هغوی به کړی، اوس تاسو خبره چې داعش هم دا رد کړی ده او طالب هم دا رد کړی ده. داعش هیڅ هم نه دي ویلي، طالب رد کړی، داعش څه نه دي ویلي، څه نه دي ویلي. او حکومت په دې فکر دی چې تبن چې تورستی کړنې چې کلم ته سره کېږي لکه موږ یو اندېشل ولو په دې سیاسي علومو کې د انارشیزم په نوم باندې. انارشیزم چې کله په غربي په مجموع کې په اروپا کې د ادولف هیټلر او د مونیتو مسولونی ډېرې مقتدرې واکمنې هم د ګارد اهینین د رومانی او د فرانشیزم چې په اسپانیا کې مقتدر دولت او د دې جوړ قوي دولتونو لخوا نه حمایه کېده هم په دې کلیسا لخوا نه، نو په اسپانیا کې په کاتالونیا منطقه کې یوازې دوی مقاومت وکولای شو. خو لیکن د دوی د بدنامۍ لامل د نورو لاملونو تر څنګ یو داو چې ار د امنیتي پیښه به ګوده دوی ته نیول کېږي ځکه چې دوی د دولت مقابل دي، دوی د دولت یعنی ګواښونکي دي. و داسې تصور کېږي دا حکومت په فکر کوي چې دا هر څه به په طالب وراوړي، هر څه به په داعش بل چا وراوړي. اما دې ته نه کتل کېږي چې دا د حکومت معنا څه، د حاکمیت معنا څه. حکومت او استاد مهم بحث وایي چې ته په خپل خاوره کې د خپل ولست ځان او مال د خوندي کولو لپاره په تمامه معنا باندې وړتیا ولري او په ټولو ځینو کې حاکمیت ولري. په کابل کې ته د کابل پونتون په شکل باندې ځای کې ته داسې ته روسي بریدونو مخنیوی نشي کولای او ته دغه دښمن مخکې نه ټارګټ کوي نشي، نو بیا د دې حاکمیت معنا څه شو؟ بیا د دې امنیتي مسولینو هغه د دندې رسالت څه معنا شو چې دلته زما د وطن هغه بچي چې هغه زما د آینده او د راتلونکي لپاره امید سترګې دي، هغه چې په د کابل په خار کې د کابل پوندر مشان دي چې دروازې دواړه خوندي دي او حتی استادان هم سل کېږي که تلاشي کېږي نه، نو دا ولې داسې یعنی ګروپ نه نوي؟ دا د پښتنې وړ خبره ده. بله بله بله، تاسو مهم بحث ته اشاره وکړله. دوه احتمال دوه شکونه د خلکو په ذهن کې راځي، یو د داعش د مطرح کولو بحث دی او بل د سولې د پروسې د سبوتاژ بحث دی. په یاد وو چې نن ورځ دلته د ایران سفیر هم راغلی و پوهنتون ته او د کتابونو د ایران یو نندارتون هم دلته جوړېده. نو تاسو ته څه رقم ښکاري دغه حمله، دغه وحشیانه حمله د داعش د مطرح کېدو دپاره وه؟ ځکه د داعش یو ځانګړنه هم دغه رقم وحشیانه حملې دي. او که د سولې د پروسې سبوتاژ کوم احتمال تاسو زیات کړی؟ سوله سبوتاژ کول او داعش مطرح کول دا دواړه یو د بل سره تړاو لري، داسې نه چې یوه دبله نه ده. او په دې معنا که چېرته د سرور دانش حضور په دې نندارتون غونډه کې د یو له تشیع د ایران سفیر او د ایران د سفارت په همکارۍ باندې د یو نندارتون پرانسته، یعنی ذهن دې ته ځي چې دا به د داعش کار وي او داعش په دې توګه باندې مطرح کول دا خپله یو انګیزه لري او کېدای شي هر څوک په دې باندې کریډت لاسته راوړي او دواړو لور ته دا ذهن تېر شي، ام مقاومت ته ام حکومت ته. او د دې تر څنګ د سولې توپوسه په تاسو کولو مثلا ځکه دا چې دې وخت کې که هر د نامنې پیښه رامنځته کېږي نو د جګړې دواړه لوري شي، دي که طالب دی او حکومت دی. حکومت د حکومت په توګه باندې حاکمیت لرونکي دی، دا کوونکي په توګه باندې د دې حاکمیت هغه وخت د منلو وړ دی چې د امنیت تامین کړي، د خلکو ځان او مال خوندي کړي. نو د دې اعتبار ته صدمه رسول کېدای شي د مقابل لوري کار وي او یا حتی د نورو چینلونو د استخباراتي کړیو کار وشي چې هم حکومت بدنام شي. او هم د دې پیښو په تر سره کولو سره چې ذهن معمولا د نامنې پیښو کې مقاومې ډلې یا مخالف ډلې ته ځي او هغه چې جګړه کوي
دا غوی د بندمول لپاره بي چې کېدی شي طالب خدا مسئولیت ک نه منی خود سے نام نہیں پیخنا داغوی مسئول بیزارم نشی یعنی دس سوک دی چو پاڑی دوار دسی کے دیشی دسی جہاد شتا چی ہم طالب بدنام کی ہم حکومت بدنام کی خود حکومت مسئولت تے دو طالب مسئولت تے چی ولی دسی زمینہ برابر شی چی ہم دو دوی دو بدنامی لامل گر جی او ہم دو حکومت خود دو نزیات مسئولت حکومت تے ور گر جی زکر دا سیما دو حکومت دا خاص توجہ ور بیدو سی خود بد مرغ چې حکومت یوازې د ارګ واکمنانو ته ویل کیږي یا معنا دا چې د افغانستان ولس یوازې شنې ساحې ته ویل کیږي چې هلته د ارګ دننه غم امنیت موجود دی نور د کابل ښار کې تاسو ګورئ دلته د ښار کې پنځم حوزه کې په اووم حوزه کې په متعددو حوزو کې د نامنې پیښې دومره ډېرې دي چې هره ورځ هره شپه دلته یعنی د شپې فایرونه کېږي اختطافونه کېږي حتی دا زنجیری وجنی تو سب په هرات کې مولوی سے محمد عارف مرادی چې برجسته دعوتګر عالم هغه شهید کړی شو قیومی سره دغه مخکې په قندار کې شخصیت یو خو نیک شخصیت شهید کړی شو پرون نابل پرون کده د ننګرهار په لار باندې حاجی عبد محمد باندې بریټ شوی دی دا هم د کندل ور دی ځکه کدا لار م حکومت ونه ساتلې نو به حکومت څه ساتل شي چې ولوی اشاره نش ساتلې او د دې رابطه شخصیت پر رابطه باندې هغه د دې حکومت پخوانی والی پاتې شوی د دې حکومت یو مهم مهره پاتې شوی ده د سولې د مذاکراتو سرلار یو چې د ستانګزی سره په یو غونډه کې یعنی د دې حکومت د ټیم نمایندګي کوله یعنی استازیتوب او مشري کوله نو چې دا حکومت دومره عاجز شي چې خپل شخصیتونه نشي ساتلی د پوندون وسازان او معاصرین نشي ساتلی او د هغې تر څنګ دغه د ښار دننه حوزې نشي ساتلی نو بیا دا حکومت څه معنی دلته باید دا حکومت په دې باندې یوازې بسنه ونه کړي چې موږ دغسې د خلکو د موټرو د خلکو د موټرسایکلونو تعقیبول کوو دا خو شعاري خبره ده په کار دا ده چې واقعا حکومت د خپلو ښو کړنو په نتیجه کې دومره محبوبیت پیدا کړي چې په هېڅ ځای کې د نامنۍ په پیښه کې دی یوازې پاتې نه شي بلکې ولس هم ورسره ملګری شي اوس ولس د حکومت نه ستن متنفر شوی دی ولس د حکومت نه لرې دی او حکومت په داسې حالات کې چې اوبه خړي نو دا کېدی شي دا کړنه هر څو ته راځي کېدی شي مهم بحث هر څه باندې اړه بس یو په بل باندې تپی اما ولست تباہ و برباد دی ولست امنیت نه لري صحیح د سولې د سبوتاج خبره وکړه سولې څو غوړي سبوتاج کې په دې باندې ورسته بس د چا په ګټه ده د چا په تاوان ده د سولې اوسنه بهیر څنګه روان ده په دې ورسته بس کو جناب بیگ صاحب بس یک بس یو مطرح کې بایسلا کوشش میشه که داعش مطرح کنه حمله که سر یک مرکز تعلیمی به نام کوثر صورت گرفت حمله پیش از او سر یک شفاخانه صورت گرفت و حال این حمله گرچه مسئولیت چه داعش نگرفته لیکن حملات است که زیادتر از آن طرف داعش متوجه میشه آیا قصد کوشش های وجود داره که در حالی که مال بر ترتیب پروسه سل جریان داره موافق است یا نموافق است بر ترتیبی که است لیکن در این وقت چنین حملات آیا به خاطر مطرح ساختن داعش است یا چگونه عرض میکنید؟ خب ما اگر این را ارزیابی بکنیم که خب گروه های توریستی در داخل افغانستان جنگشان جنگ محلی یا داخلی نیست یعنی جنگ نیابتی کشورها در داخل افغانستان هست هر کشور میخواه منافع کشور دیگری را در اینجا ضربه بزند یا پیشرفت نداشته باشد متاسفانه ما دوچار همچه جنگی در اینجا هستیم وقتی دستور از بیگانه ها استخبارات بیگانه گرفته شود هیچ فرقی نمی کند که داعش باشد طالب باشد یا گروه های تروریستی دیگری باشد اینا اما ترفندهای از سر قضیه چون یک جایگاه بسیار مقدس و پاکی را مثل دانشگاه کابل مورد حمله قرار میتن به دوش نمیگیرند اما این گروپ ها در اصل اگر ارزیابی میشود که از کجا سرچشمه میگیرند از کجا تمویل میشن چگونه وارد افغانستان اسلحه و مهماتشان میرسد و جنگ برای چی هست ما فکر میکنم وضعیت معلوم میشه اما طور که شما فرمودید در اینجا سفیر ایران حضور پیدا میکند بخشی از اهل تشیع افغانستان در اینجا حضور پیدا میکند نمایشگاه کتاب در اونجا هست ولی کشورهایی که جنگ نیابتی خودشان را علیه ایران میخواهند منافع ایران در افغانستان ضربه بزنند
این عمل انجام میتن اگر بتونن به اهداف کلیترشان که شاید از بین بردن سفیر و یا کارمندای ایران و یا هم معاون دوم ریاست جمهوری بوده باشد که به او هدف آنها نرسیدن، ولی دانشجویان عزیز ما در این عملات جانای شیرین خودشان از دست دادن که مردم ما قربانی چنین وضعیت هستند. لیکن به هر حال جناب بیکسب، اگر سفیر ایران و معاون دوم رئیس جمهور محفوظ ماندن و یا بعد از او عمله صورت گرفت، در روزی که معاون دوم رئیس جمهور می آمد به پانتونی کابل، در روزی که سفیر ایران می آمد به پانتونی کابل، لازم نبود که تدابیر خاصی هم نتی گرفته می شد. این یعنی مزید نشان نمیده که بسیار ضعیف عمل شده، غفلت شده، و یا این که دستای از در داخل نیروهای امنیتی، در داخل دستگاه امنیتی ما که کمک کده به این وضعیت؟ دو تا مورد مطرح است. اما حرف شما افراد و اشخاص گماشتگان اونمو جنگ‌های نیابتی در داخل نظام امنیتی و نظام ما حضور دارن و اینا در اینجا هستن. اگر ما شما ایرا دیده باشیم که بسیار مشهود هم است، تمام کسانی که در حکومت افغانستان مسئولیت‌های بسیار بلند بالایی را دارن، از وکیل گرفته تا وزیر و تا شورای امنیت و کجا، اینا هر کدامشان پاسپورت‌های خارجی در جیب خود دارن و اولادای از اینا در اینجا حضور ندارن. متاسفانه که اینا به خاطر پر کردن جیب خودشان کار میکنن، نه برای امنیت گرفتن شهروندان و یا مسئولیت شهری که در راستای امنیت کشور بیشتر توجه داشته باشند. اینا بیشتر چسبیدن به پیداگری های خودشان که چیگونه پول پیدا کنند و بفرستن به کشورهای دیگه تا اولادای از اینا آرام باشند. گرفته تا آقای عبدالله و دیگرای از اینا فرزندانشان در کجا حضور دارند؟ در اینجا نیستن، در کابل، در دانشگاه کابل نیستن که اونا دلشان بسوزه که امنیت دانشگاه کابل رو بگیرند. اینا در خارج حضور دارند، در هند هستند و در امریکا و در ترکیه خانه های بسیار زیادی خریدن و اینا دارن زندگی برای خودشون. فقط اگر اینا هستن در اینجا 400 تا 500 نفر بادیگارد و امنیتی، فقط یک نفر از اینا را نگاه می‌دارد، دیگه اولادای زیاد اینجا حضور ندارن. این یک بخش قضیه که اینا نمیتونن، دلشان نمیخواد که این کارا بکنن. بله. و از طرف دیگر افراد و اشخاص بسیار مهم امنیتی به درد امنیت افغانستان میخورن، متاسفانه که اینا در نهادهای امنیتی حضور ندارن. پیشتر من عرض کردم که هر کدامشون فقط مشخص افراد خود دارن، اونا جوابگو بر از اونا هستن، متعلقین خودشان در نهادهای امنیتی حضور دارن. وقتی این وضعیت وجود داشته باشد، ما قطعا امید نداشته باشیم که اینا بیان امنیت شهر کابل و یا امنیت افغانستان بگیرن. دو تا سه تا سرباز بیچاره که 10,000 معاش تنخواه دارد در دم دروازه های دانشگاه و کورس ها و وزارت ها پیره می کنند، اونا بیچاره به خاطر معاش خودشان هستند و اینا را درست انگیزه دفاع، انگیزه از این که دشمن برایشون بشناسانند و اونا آمادگی کامل داشته باشند، متاسفانه که اینا این کار هم انجام ندادن. تمام چیزها برمیگرده به دولت افغانستان. ظرفیت های بسیار مالی و اقتصادی در اختیارشان قرار دارند. اینا چرا از اینا استفاده نمی کنند؟ حالا شما ریاست عمومی امنیت ملی را با تمام ظرفیتی که من میشناسم، اگر خواسته باشه که درست کار بکنه، باور بکنه که هیچ دشمنی در هیچ جای در امان نمیمونه، به خاطر از این که یک حکومت در زیر پست حکومت وجود داره که اینا باید کنترل بکنن از تمام نقاطی که دشمن از کجا وارد میشه، در کجا میه، اینا فقط مثل نور برای اینا را دنبال میکنن و میفهمن در کجا هست. اما این که چرا عمل نمی کنن، چرا بسته وقت اینا نمی رسن و امنیت مردم را نمی گیرن، این سوال است که تا هنوز جوابش ما نگرفتیم. تشکر. یا ولند دمال رو دمین روستا بسته ادامه ورکم.